سرباز جدید در تشدید جنگ گرگ‌ها. اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در مورد ناکامی باند خامنه‌ای. بعضی در مجلس می‌خواستند به تعداد زیادتری رأی اعتماد ندهند، اما کلیت مجلس بر این باور بود که پیام مثبتی برای همکاری با دولت داده بشود. پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجا پس از اعلام نتایج آرای نمایندگان به وزرای روحانی گفت: این آرا بیانگر این است که مجلس روی کرده مثبتی نسبت به دولت نشان داده است و به 15 تن از وزرا رأی اعتماد داد. بعضی در مجلس می‌خواستند به تعداد زیادتری رأی اعتماد ندهند، اما کلیت مجلس بر این باور بود که یک پیام مثبتی برای همکاری با دولت داده بشود. رئیس مجلس رژیم علت دیگر تایید 15 عضو کابینه را شرایط سخت اقتصادی تحت تحریم‌ها عنوان کرد و در مورد کسانی که تایید نشدند به مرز سرخ‌های رژیم برای جلوگیری از قیام جوانان اذعان کرد و گفت: این عدم رأی اعتماد حساسیت در بخش‌های فرهنگی و علمی را نشان می‌دهد که تراز کار را باید دقیق در نظر گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری مجلس ارتجاع موسوم به خانه ملت از توزیع نامه‌ای علیه نجفی وزیر آموزش و پرورش آخوند روحانی در مجلس خبر داد. این نامه که با امضای امیر آبادی فراهانی در میان نمایندگان توزیع شد، توسط علی لاریجانی جلوی آن گرفته شد. وی گفت: توزیع هر گونه نامه‌ای میان نمایندگان باید با اطلاع هیئت رئیسه مجلس باشد. لاریجانی اقدامات باند خامنه‌ای در مجلس را بی اثر خواند و تصریح کرد: من بعید می‌دانم این گونه نامه‌ها تأثیری در رأی بگذارد. این گونه نامه‌ها خیلی نمی‌تواند تأثیر زیادی بگذارد. در همین حال سایت حکومتی خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی با عنوان حاشیه‌های رأی اعتماد در مجلس از قطع تلفن‌ها در هنگام رأی‌گیری خبر داد و نوشت: آخرین دقایق از آخرین روز بررسی کابینه پیشنهادی دولت 11 با حواشی که رئیس مجلس در بطن آن حضور داشت روبرو بود. رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: تجربه خوبی بود که تلفن‌ها قطع بود و خیلی منظم رأی‌گیری شد. لاریجانی همچنین لشکرکشی نمایندگان باند خامنه‌ای و باند رفسنجانی را در مجلس بی‌سابقه دانست و گفت: حضور همه نمایندگان که نزدیک به 284 نفر می‌شوند استثنایی است.